این از این. اما برسم به یک بحث مهمی که از مسائل گرمای ویژه میشه گفت نشأت میگیره و یه شاخه ای از مسائل گرمای ویژه است، اونم دمای تعادله. اول میشه بحث منو گوش کنید یه چند دقیقه خیلی جدی گوش کنید، بعد بریم تستش هم بزنیم با هم دیگه. ببینید اینجا رو لطفا. دو جسم آ و بی رو در کنار همدیگه قرار میدم جوری که این دو جسم بتونن با همدیگه مبادله گرما داشته باشن، یعنی اگر دماشون با همدیگه فرق میکنه بتونن با هم مبادله گرما داشتن، گرما بفرستن به سمت همدیگه. دمای اولیه این فرضاً 80 درجه سلسیوسه، دمای اولیه این 20 درجه سلسیوسه. چه اتفاقی میفته وقتی این دوتا کنار همدیگه قرار میگیرن؟ اونی که دماش بالاتره یعنی این 80ه شروع میکنه به از دست دادن گرما، به سمت بی گرما میفرسته، گرما از دست میده، میده به این بی. پس این 80ه گرما از دست میده، این گرما رو میفرسته، بی این گرما رو میگیره. یعنی کیوی که آ داره از دست میده، گرمایی که آ داره از دست میده با کیوی که بی داره میگیره و گرمایی که داره کسب میکنه برابره. پس تا الان من و تو با هم دیگه در این حد حساب داریم که آقا آ گرما از دست میده، همون گرما رو عیناً بی میگیره، اطلاف گرمایی هم نداریم. اون من آخر این سوالا مینویسم یا رس آقا اطلاف گرمایی نداریم، گرما این وسط نیستش که پرت و پورت بشه، همش میره به سمت اون یکی. کیو آ با کیو بی برابره، اما با یه نکته، چون آ داره گرما از دست میده علامت کیو براش منفیه، انگار گرماده، گرما داره میفرسته، علامت کیوش منفیه. و بی شما چون داره گرما رو دریافت میکنه و گرما گیره علامت مثبت میذاری. از اینجا به بعد عین یک مسئله گرمای ویژه حل میشه. میگه آقا من این دوتا رو گذاشتم کنار هم دیگه، این دما 80 این دما 20، بگو دمای تعادلی چنده که با تتای تی نشون میدن، یا دمای نهایی. خب چی هست دمای تعادلی؟ دمایی که اونقدر این دوتا که با هم اختلاف دما داشتن اونقدر گرما مبادله کردن جفتشون به یک عدد میرسن، دماشون به یه عدد ثابتی میرسه، اون عدد میشه دمای تعادلی یا دمای نهایی. دنبال اون میگرده. چیکار کنم برای حلش؟ اول از همه بفهم کی داره گرما از دست میده، کی داره گرما میگیره. این قدم اولته. اونی که دماش بیشتره داره گرما از دست میده، اونی که دماش کمتره این گرما رو داره از این میگیره. پس قدم اول تعیین اینه که کدومی که از اینا دماش بیشتر و کمتره. قدم دو نوشتن کیوه. قدم سه مشخص کردن علامته. اونی که دماش بالاتره داره گرما از دست میده علامتش منفیه، اونی که داره میگیره علامتش مثبته. بقیهش ام سی دلتا تتا بذار، منفیه ام آ سی آ دلتا تتای آ که میشه دمای نهایی تتای تی منهای دمای اولیش تتا یک مساویه با، برای کیو بی هم همین کارو بکن، مثبته ام بی سی بی و دلتا تتا که دوباره دمای نهایی جفت اینا با هم دیگه برابر میشه، اصلا برای این بهش میگن هم دمایی. این تتای تی اینجا با تتای تی این برابر میشه، جفتشون دارن به یه عدد میرسن. منهای دمای اولیش، منهای دمای اولیش. پس شما تنها کاری که دارید این همونه، همه واحدها اونجوریه، همه نوشتارتون همینه، فقط تعیین کنید کی گرما از دست میده کی گرما میگیره، که این منفی مثبت رو بذارید. این منفی و مثبت درست تعیین بشه تا آخرش دیگه درست میره جلو. خوبی این روش هم اینه، چون بعضی از دبیرها و بعضی از دوستان ما جور دیگه اینو میگن، مثلا میگن آقا اینو بیار اینجا کیو آ علاوه کیو بی میشه صفر. من اینجوری نمیگم. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی که اینجوری مینویسم سه هیچ جلوام، میتونم ساده کنم. در صورتی که شما اینو بیارین و با هم جمع کنی روبروی صفر بذاری ساده نمیتونی بکنی، تاش میتونی فاکتور بگیری. برای میگم این بهتره از دید محاسبات، یعنی ته داستان این برنده است. این توضیح شایی. میخوای عکسی بگیری، میخوای بنویسی، بنویس. الان میخوام مسئله شو شروع کنم.
اینا مسائلش مستقیم تو کتاب درسی شما نیومده، اما چون مفهوم همدمایی اومده انتظار داریم که مسائل اینا مورد علاقه طراح باشه. بچه ببینیم.